اما خبری از مسلمانان میانمار از برخی تصاویر ماهواره‌ای چنین برمیآید که نزدیک به دویز خانه در ایالت راخین در شمال غربی میانمار به کلی تخریب شدند سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر تخریب این خانه ها را جنایت جنگی جدید در این منطقه از میانمار دانسته و تحقیقات مستقل بین المللی را برای شناسایی عاملان این جنایات خواستار شد سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دست کم دویز خانه در تاریخ 16 می گذشته در روستای لتکار در ناحیه ماروک به کلی ویران شده است فیل رابرتسون نایب رئیس این سازمان در منطقه آسیا ضمن اعلام این خبر افزود آروش هایی که در حمله به این روستا و تخریب خانه ها به کار گرفته شده کاملا شبیه به روش است که نظامیان میانماری در حملات گذشته خود به مناطق محل سکونت روهینگیا استفاده کرده وی تاکید کرد لازم است که هرچه زودتر یک تحقیق جدی و بیطرفانه در این باره صورت گیرد گفته شده که در حمله به این روستا هیچ کس به قتل نرسیده چرا که تقریبا همه ساکنان روستا در ماه آوریل گذشته از بیم حملات نظامیان فرار کرده بودند. مقامات ارتش میانمار و همچنین مسئولان ارتش آرکان اما هر گونه مسئولیت در تخریب این روستا را آرد کرده و یکدیگر را به تخریب آن که به گفته دیدبان حقوق بشر میتواند جنایت جنگی تلقی شود متهم کردند. در سرکوب خونین سال 2017 میلادی ارتش میانمار نزدیک به 740 هزار تن از مسلمانان اقلیت روهینگیا را از کشور فرادی داد. این اتفاق موجب شد عالی ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد میانمار را به ارتکاب نسل کشی متهم کند.